بسم الله الرحمن الرحيم. سردارو د قرطبي مسلمه بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمه زوګ د تکبیر او د اعزاز د سشو ها پرونی زرین دوران د سشو لسردارو د قرطبي مسلمه بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمه زوګ د تکبیر او د اعزاز د سشو ها پرونی زرین دوران د سشو ها غصدق صدق یاران یادو. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستیم که یک بار دیگر با تقدیم نمودن هفتمین برنامه سلسله برنامه های سیاست اسلامی در خدمت شما قرار داریم. در برنامه های گذشته راجع به اصول و مبانی اسلام صحبت کردیم و در این برنامه راجع به یک اصل دیگری از ارزش دادن به علم و دانش است، زیرا علم و دانش میتونه یک انسان از راه های منحرف خیلی زودتر و خیلی آسانتر برای درست بکشانه. از استاد می خواهیم که به عنوان نخستین سوال برای ما پاسخ ارائه که ارزش به علم و دانش چی اهمیت در سیاست اسلامی داره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب ما و شما البته در چهارمین نقطه از اساسیات یا مبانی نظام سیاسی اسلام قرار گرفتیم که چهارمی از این ارزش به علم و دانش است. یعنی شاید دشمنای اسلام، یعنی به شکل از اشکال به سیاست اسلامات یک تهمت را بسته بکنن که در اسلام به علم و به دانش ارزش نیست، در حالی که آیات زیاد قرآنی هست که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا مساوی هست؟ اینجا حل میگن به معنای لا هست، یعنی به معنای نفی هست. اینجا حل به معنای نفی هست. در کتاب های نحوی ما خواندیم که یعنی لا یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی کسانی که علم دارن و کسانی که علم ندارن اینا مساوی نیستن. ای آیت شریف است، یا یرفع الله الذین آمنوا و الذین اوتوا العلم درجات، بر کسایی که صاحب علم هستن اینا درجه های زیاد دارن. به این خاطر در نظام سیاسی اسلام همیشه ارزش هست به علوم مختلف. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، شما از اهل ذکر، و بسیاری از علما و علمای رو تفسیر کردن که اهل ذکر چی رو میگن، یعنی اهل تخصص است. پس ما در اسلام که هست در مجموع تمام علوم که هستن که به نفع جامعه اسلامی و مردم مسلمان و به نفع حکومت اسلامی است، تمام علوم که هست اینا فرض کفایی هستند. و وقتی شما یکی از این علوم اختیار میکنین، یکی از این رشته ها رو اختیار میکنین، بالای شما امیر شیطان فرض عین میشه. پس خود کسب علم فرض است و او علمی که مثلا واجب بدون از او مالا یعد الواجب الا بهی فهو واجب، قاعده فقهی است که هر چیزی که بدون از او یک واجب انجام داده نمیشه او خودش هم واجب است. مثلا وقتی ما نماز میخوانیم، به خاطر نماز خواندن بالای ما واجب است که ما چی داشته باشیم؟ وضو داشته باشیم. چرا؟ نماز بدون وضو ادا نمیشه. پس خود وضو کردن چی است؟ ای واجب است که آدم باید وضو. به این شکل تمامی علومی که چی علوم مثلا کلاسیک است و چی علوم معاصر هست، چی علوم ساینسی هست، چی علوم مثلا تکنولوژی هست، چی کامپیوتر است، چی طب است، چی انجینیری هست، چی ژورنالیسم است، چی علوم اجتماعی است، تمامی علوم از جمله علوم واجب هستند که انسان مسلمان باید در تمام از را در قدم نخست و اول قرار داشته باشه. و به این علت بود که تا زمانی که مسلمان ها دین به شکل کاملش گرفتن و مسلمان ها در تمام علوم اول نمره بودن، یعنی بزرگترین طبیبای مسلمان بودن، بزرگترین مثلا انجینیرهای مسلمان بودن. امیال وقتی که شما مثلا آثار تمدن اسلام میخوانین، متمدن ترین انسان ها در جهان مسلمان ها بودن. و حتی ما در تاریخ میخوانیم که وقت صلیبی ها حمله کردن بالای شرق
و سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله که ای امو یک بزرگ مسلمان ها بود و بعد از عمر رضی الله تعالی عنه قدس شریف از دست صلیبی ها ای فتح کرد، اینال اینمی صلاح الدین ایوبی روزی که میشنوه که پادشاه فرانسه مریض میشه در منطقه، باز دکتر مخصوص خود روان میکنه که او را تداوی بکنه. یعنی این چی معنا میتن؟ معنایشی است که مسلمان ها در او وقت طب مسلمان ها و دکتر مسلمان ها از دکتر و طبیب فرانسوی کرده علمیتش بیشتر بود. وقتی که او پادشاه فرانسه مریض میشه و او نمیتونه دکتر فرانسوی که او را معالجه بکنه، سلطان صلاح الدین ایوبی دکتر مخصوص خود روان میکنه و برش میگه که تو برو اینمی پادشاه فرانسه را تداوی بکن. و در کتاب های فقهی ما میخوانیم که علمای فقه در او عصر فتوا دادن که مسلمان ها بر مسلمان ها حرام است که صلاح خدا بر کافر حربی بفروشه، به خاطر از این که اگر مثلا یک مسلمان صلاح خدا میخیزه به کافر حربی میفروشه، او اگرچه کتزیا مستقیما در جنگ نیست، باز امی صلاح را میگیره به ضد یک مسلمان دیگه در دیگه منطقه استعمال میکنه. اینمی فتوا به چی دلالت میکنه؟ به این دلالت میکنه که مسلمان ها در فابریکه های صلاح سازی قوی داشتن که غیر مسلمان ها میامدن از پیش مسلمان ها صلاح خریداری میکردن. حتی مثلا این امروز که من بسیاری وقتا که یگان وقت میبینم که در جنگ اول افغان انگلیس، در جنگ دوم افغان انگلیس، در جنگ سوم افغان انگلیس، وقتی که سر از این بحث میکنیم، خود افغان ها مسلمان ها پدر کلان های ما شما که بزید انگلیس ها جنگ میکردن توپ میساختن. یعنی در شهر کابل فابریکه چی بود؟ فابریکه حربی بود و در این فابریکه توپ میساختن. یعنی در اون شرایط، یعنی مثلا در می افغانستان 100 سال پیش توپ ساخته میشه، امروز یک دانه مرمی ما تو ساخته نمیتونیم. پس این حال چی است که ارزش به علم یکی از اساسات نظام سیاسی اسلام است. روزی که مسلمان ها این میره ترک کردن و یک تعداد از مسلمان های سیکولر، سیکولر دو قسم است، یک سیکولر است که ترک میگه دین با دنیا ارتباط نداره، پس ای چی میکنه؟ دین ترک میکنه، میگه ما این دنیا رو میگیریم این حکومت است. یک تعداد دیگه سیکولرهایی هستن که اونا باز میگن که دین با دنیا ارتباط نداره، اونا باز میگه ما ترک دنیا کردیم. یک تعداد ترک دین کردن، یک تعداد ترک دنیا کردن، میگه من صاحب کالای پاک نمیپوشم، من مویای مشانه نمیکنم، من غسل نمیکنم، من در حکومت اسلامی سرکار ندارم، با خوب و بد خلق جهان کار نداریم. این هم در حقیقت یک سیکولر است، لکن سیکولر برعکس است. یکی سیکولر است که ترک دین کرده، یکی سیکولر است که ترک دنیا کرده. ایناله ای هم سیکولر است، این هم سیکولر است و اردوش از نظر اسلام اردوش مردود است و منفور است. به خاطر چی؟ به خاطر از این که ما میگیم که نه خیر، مسلمان واقعی او است که میگه ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، در دنیا حسنات پروردگار را نصیب ما بگو. حسنات دنیا چی است؟ که اقتصاد قوی داشته باشی. حسنات دنیا چی است؟ که تو سیاست قوی داشته باشی. حسنات دنیا چی است؟ که نظام حکومتی و سیاسی، سلطه سیاسی، قدرت سیاسی داشته باشی. حسنات دنیا چی است؟ که تکنولوژی پیشرفته در دست تو باشه. مثلا حسنات دنیا چی است؟ که تو در ساینس و در علوم معاصر و در علوم طبیعی و در علوم اسلامی و در کل ازی اول نمره باشی. تا وقتی که مسلمان ها به این شکل بودن، مسلمان ها درجه یک دنیا بودن. گوستاو لوبون فرانسوی نوشته میکنه که معاویه ابن ابی سفیان 1200 کشتی از او در وقت از او میگه که در اینمی بحیره که در چهار اطراف قسطنطنیه را میگه این مناطق از اروپا را دوره میزد، چرخه میزد، این کشتی های جنگی معاویه ابن ابی سفیان بود که یعنی 13 قرن قبل بر ما بود، شما 14 قرن قبل قسم میکنه. اینا رو ببینید، مسلمان ها اساس سیاست اسلامی چی است؟ که ارزش به چی داده شده؟ به علم دانش داده شده. وقتی که مسلمان های پیدا شد که نیست کامپیوتر حرام است، وقتی که مسلمان های سیکولر پیدا شد که نه صاحب سیاست ما دست نمیزنیم، ما با سیاست هیچ کار نداریم، ما صاحب از سیاست بیخی دور هستیم، و وقتی که مسلمان های سیکولر پیدا شد که اونا گفتن ما با ساینس مخالف هستیم، خودش سیکولر از بیدین است، مخالف قرآن است، مخالف وعید لهم استطاعت من قوه است،
متوجه هستید؟ اما بیچار نمیفهمن. اینی قسم اشخاص و افرادی که وقتی که در جامعه اسلامی آمدن، ارزشش ساینس به اساس بی ارزش گفتن، تکنولوژی رو بی ارزش گفتن، علوم معاصر رو بی ارزش گفتن، فقط گفتن که ما میخوایم که قرآن بخونیم و ما میخوایم کتابای فقهی رو بخونیم، اما قرآن هم درست نفهمیدن، اما کتابای فقهی رو هم درست نفهمیدن، از این خاطر دنیا هم ازشان رفت، خسر دنیا و آخرت شد. قرآن و سنت بفهمه حتما با سیاست سر کار داره. حتما با سیاست سر کار داره. اگر امی و اعدو لهم ما استطعت من قوه، یک نفر درست بفهمه، هیچ وقت مخالفت با ساینس با تکنولوژی نمیکنه. پس از این خاطر یکی از اساسات نزاع سیاست اسلام چی است؟ ارزش دادن به چی است؟ به علم است، به علوم است. و به کدام علوم شاید بگیم؟ به کدام علوم؟ به تمام علومی که به نفع بشر است. چی علوم؟ علوم اسلامی قرآنی باشن، کل علوم اسلامی است. ما نمیگیم که اسلامی و غیر، همین تقسیم میکنه این علوم اسلامی غیر اسلامی، نخیر. چی علوم مربوط علوم قرآن باشه، چی مربوط علوم سنت باشه، چی مربوط علوم طبیعی باشه، چی مربوط... خب اگر ببینیم قرآن کریم برای ما درباره جغرافیا، درباره تاریخ و در هر چیزی، درباره ساینس، انجینری، کامپیوتر، درباره هر چیزی یک آیتی یا نسبی آیتی حتما برای ما شما چیز کرده. و قرآن کریم در اصل کتابی ساینس و تکنولوژی نیست، بلکه در حقیقت یک کتابی راهنما است. وقتی که راهنما است و اینمی بخش ساینس و بخش آفتاب و مهتاب اینش بخاطر راهنمایی بشر است که میشه که شما اینمی دنیا را به اینمی اساس بشناسین. و ما هر چقدر که ما شما اینمی قدر همین جهان بیشتر میشناسیم، عقیده و ایمان ما هم به وجود الله جل جلاله بیشتر قوی تر میشه. فعلا علما مثلا به خاطر مسلمان شدن دیگر کتاب های دیگه هستن که مثلا یک عالم از بنام زغلول نجار، ماونتن ان قرآن، کوها در قرآن، سیز ان قرآن، بحرها در قرآن و این همیشه است. و کلش کل از یک است. اگر من یک چیز خواندم راجع به تمدن اسلامی، حتی میگه در بازار غرب میگه که یه چیز فروخته میشد، میگه مارک اسلام، چیز اسلامی رو در پشتش میزدن، میگه باز قسم میخوردن برای مردم خود که چیز اسلامی است. وقتی که ما یه چیز خودم میفروختن، یعنی کیفیتی چیزایی که مسلمان ها میساختن اینقدر بیشتر و عالی‌تر نداره. به این خاطر اینی بود و از این خاطر آثار تمدن مسلمان که مسلمان ها تمدن ما جور کردیم و اساس شما ماندیم، ولی یکی کسای دیگه از ما گرفت ضعف ایمان و عقیده و فکر خود. طب پنجمین اساس از اساسات نظام سیاسی اسلام چی است؟ مراعات اخلاق است که انسان مسلمان، سیاستمدار مسلمان، قمندان جبهه مسلمان ها و استاد مسلمان، شاگرد مسلمان، جوان مسلمان، دیشتفید مسلمان، یعنی در هر بخش قاضی مسلمان، پلیس مسلمان، اینمی کل از اینا که هستن چی هستن؟ یا اساس نظام سیاسی اسلام چی هست؟ به اساس اخلاق هست. از این خاطر اگر یک مسلمان میگه من مسلمان واقعی هستم، باید همیشه نرم های اخلاقی رو در نظر خود داشته باشه و باید مطابق اخلاق عمل بکنه. خب اخلاق در جاهای متفاوت از قرآن کریم و حدیث رسول الله بیان شده، نقش سیاست در چیز اخلاق چیست؟ اینال مثلا ما اگر اخلاق در بخش سیاسی می کنیم، در بخش سیاست و اداره و تراک است. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که در مکه مکرمه داخل میشه، متوجه هستید؟ بله. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه داخل میشه، لشکر همراهشان هست، قدرت سیاسی رو میگیرن، لکن چرا و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا؟ وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه در مکه مکرمه وقتی که داخل میشه، سر شطور خود سوار است، سر خود آنقدر خم میگیره که سر رسول الله صلی الله علیه و سلم در گردن شطور میچسبیده باشه. از تواضع هست، تکبر نمیکنه. و صحابه کرام وقتی که داخل میشن، این کسایی که خانه های خود قلف کردن، یا میرن میگه شما برین که صحابی پیغمبر چی میکنن؟ صحابی پیغمبر در مقابل بیت الله شریف استاده هستن، نماز میخوانن، عبادت میکنن، اینا دعا میکنن که پروردگار این مردم بیچاره نمیفهمیدن، دشمنی با اسلام میکنن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کل مردم استاد میکنن. ببینید نقش اخلاق در سیاست. پرسان میکنن که شما چی فکر میکنین؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد میشه در مقابل مردم و بر مردم میگه که شما چی فکر میکنین که من بر شما چی عکس العمل نشان میدم؟
تمام مردم مکه صدا میکنن اخون کریمون و ابن اخین کریم. تو یک انسان با کرامت، یک انسان با اخلاق هستی و بچه یک انسان با اخلاق هستی. ما در اینمی مسئله که حال شما این منطقه را فتح کردیم، بجز از اخلاق و انسانیت چیز دیگه از تو امیدوار نیستیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حالی که یا 20 سال در مقابل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خانه‌شان را چور کردند، تجاوز کردند، بزن، بکش، بلال حبشی در سر شکرمش سنگبان و بی بی سمیه را به چه شکل به شهادت رساندن، خب کلش این مردم بودن. لیکن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با اون اخلاق عالی که داشت چی بگن؟ اذهبو، برین شما و انتم الطلقا، شما کلتان آزاد هستین، ما از هیچ کسی انتقام نمیگیریم، به هیچ کسی ضرر نمیرسانیم، به هیچ کس آسیب نمیرسانیم. از این خاطر با آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با او شکل متواضعانه و داخل شدنش در مکه مکرمه و ای که هیچ کس را، حتی ابو سفیان که رهبر کفار است، وقتی که مهد خیبر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، مثلا یک نفر 20 سال یک رأس کفر در مقابل چی کرده که هر نوع جنایت کرده در مقابلش قرار میگیره و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سر خدا بالا میکنه و این منتظر است که چقدر دشنام میده و چقدر چیزا میگه و کل لطش کنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با بسیار اخلاق برش میگه که ابو سفیان، اما انا لك ان تشهد ان لا اله الا الله. آیا وقت دینه رسیده که لا اله الا الله بگی؟ تمام جنایت هایش فراموش میکنه و بس اسلام پیشنهاد میکنه و ابو سفیان کلمه شهادت میخونه و مسلمان میشه و به اساس اینمی اخلاق رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حتی وقتی که به رسول الله هم یک صحابی مشوره میده که ای رسول الله، امی اعلامیه را که تو نوشته میکنی که مردم هر جایی که باشن، کسی که در خانه خود باشه او کت از او ما غرض نمیگیریم، کسی که مثلا در خانه کعبه باشه ما غرض نمیگیریم. میگه حتی امی ابو سفیان یک کمک امتیاز طلب است. دمی جام یک ذکر ابو سفیان بازنشسته میکنه که هر کسی در خانه ابو سفیان داخل شد و هم چی هست؟ در امن است. یعنی کلش چی است که در جریان قوت سیاسی، در جریان که 10,000 لشکر است و میتونه که می مردم مکه را تار و مار بکنه، در این میجه 100% اخلاق اسلامی تطبیق میشه. و از اینجا است که اینا قبل از اینکه بدنهای مردم فتح بکنن، اینا تانستن که قلبهای مردم فتح بکنن و وقتی که قلب مردم اینا در دست خود گرفتن، باز این چی شد؟ اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. باز این مردم فوش به دین اسلام داخل میشه که اینه برادر، حتی فتوحاتی که در مناطق شام وقتی که میشد، وقتی تو یک قریه ها چهار اطرافش دیوار بود، وقتی که این قریه ها سی طرف دیوار است، دیوار داخل، وقتی که مسلمان ها در یک قریه داخل میشن و هیچ مسلمان در خانه کس داخل نمیشه، هیچ کس کس را اذیت نمیکنه، هیچ خانه میرن به طرفش نظر بد نمیکنن، هیچ مال کس را غرض نمیگیرن، کل یه چیز است، کل ازیره وقتی که مراعات میکنن. بسیاری از قریه های دیگر، ولایت های دیگه که در منطقه شام بودن، یا اول روان میکنن برای مسلمان ها، چون اون منطقه شام و فلسطین و کال سوریه هست و این منطقه را وقت تحت سیطره امپراتوری روم بود، وقتی که مسلمان ها میرسن، این مردم های اهالی از این منطقه که وقت مقایسه میکنن بین عدالت مسلمان ها و بین ظلم رومی ها، در اون منطقه که بود وارا پرسان میکنن برادر، این منطقه شما را که مسلمان ها گرفت چی کرد؟ گفت والا سبی رومی ها و لحت بکو و بزن و بندی کو چی کو. اما مسلمان ها با نهایت درجه اخلاق کت ما معامله کردن و میاند کلید دروازه خدا باز میکنه، میگه مسلمان ها بیاین داخل شوین و رومی ها را میکشن بکشین که ما زندگی انسانی خوب داشته باشیم. این کلش چی است؟ این کلش یکی به خاطر چی بود؟ به خاطر از اینکه یکی از اساسات سیاست اسلام چی است؟ مراعات اخلاق، یعنی اسلام، یعنی با مراعات کردن اخلاق میدان مردم از بالایشان حکومت کرد بالاش. حتی مثلا در اسلام همین مصلح چی را میگن؟ مصلحی است که مثلا بینی یک کس را ببری یا گوش یک کس را ببری یا چشمش، مسلمان حق نداره ولو در داخل معرکه دشمن سرسخت کافر با تو میجنگید کشته میشه، تو باید بسیار شرافتمندانه جسد از رو دفن بکنی.
حق نداری که گوش‌های از رو ببری، حق نداری بینیش ببری، حق نداری که با جسد از او ساعت تیری بکنی. این چی است؟ این کلش اساس اخلاق اسلامی هست. از این خاطر ما مسلمان هستیم و مسلمان وقتی که سیاست اسلام و قانون اسلام میفهمه، شاید یک دشمن اسلام همین کارا را بکنه در مقابل جسد مسلمان، چشمش را بکشه، گوشش را ببره، با جسد از او ساعت تیری بکنه، اما این حق مسلمان نداره. چرا؟ او بد اخلاق است، او کافر از بیدین است، ما مسلمان هستیم. دیگه این موضوع مراعات اخلاق اسلام که هست، هم از نگاه قانونی و هم از نگاه تطبیقی، یعنی هر قانون اسلام، هر حکم اسلامی به اساس مطابق معیارهای اخلاقی گذاشته شده. کلش هر چیزی که در اسلام ببینی، هر عبادت اسلامی حتماً در پالویش پیوند اخلاقی هست. نماز میخونی، چرا باید عورتت ستر باشه؟ اخلاق است. نماز میخونی، چرا مثلا اشپلاق کردن و رقصیدن و عطر انداختن این در اسلام عبادت نیست؟ به خاطر از اینکه اینمی و ما کانت صلات و من دلویت الا مکا اما تصدیه. مکا چی بود؟ اشپلاق میکردن، تصدیه چک چک کردن بود. این چی هست؟ به ادبی در مقابل خالق است. پس در اسلام دل زدن نیست که مثلا در عبادت ما موسیقی بزنیم، در عبادت ما برقصیم. چرا؟ باید انسان مسلمان قد افلح المؤمنون. پس کسایی که یکی از وزارت های یعنی اما عصر گفتن که ما بر اسلام جد خدمت کردیم، گفت چی خدمت کردیم؟ گفت ما در ده خانقاه گفت دوازده دنم به آلات موسیقی توزیم. اینا مشکلی نمی است که اگر ما امی آیت قرآن بفهمیم که نماز مشرکین چه قسم بود؟ با مکا و تصدیه بود. عبادت اون دوها با ساز و طبله و رقص ایگپا هست. اما از مسلمان این قسم نیست. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خشوع چطور است که حتی صحابه کرام میگن که قبل از نزول از این آیت ما به طرف آسمان داوودی نماز سایل میکردیم الحمدلله رب العالمین. وقتی که آیت نازل شد ما دیگه هیچ قرارمون پیش روی خود اما جای سجده خود سایل میکردیم. یعنی حتی حرکت چشم و حرکت سر یک نوع بی ادبی در مقابل خالق متعال است. متوجه هستین؟ از این خاطر در نماز نمی قسم اخلاق است، در روزه که هست اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یفسق. دیگه اگر کسی ایره مثلا در حدیث شریف تو میگه که اگر وقتی که روزی شما باشه باید یک نفر انسان مسلمان کلمات بیهوده نزنه، حرکات زشت نکنه، حتی میگه کس تو رو دشنام داد تو بجبو که این نسای من دو مرتبه بگو مرتین بجبو که این نسای روزدار هستم من روزدار هستم. اینه میخواستم مثلا وقتی که زکات میدین یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، منت گذاشتن ضرر رساندن بد اخلاقی هست، میگه باطل نکو صدقه یعنی زکات تا. اینه میخواستم در حج که از در حج میگن که فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. پس کل از چی است که اینا در قانون اسلام و در تطبیق قانون اسلام همیشه چی هستن؟ یعنی اخلاق مثل یک اصل اساسی هست که باید در اونجا مراعات شود و کسایی که مثلا از اخلاق دوری میکنن اینا متاسفانه مسلمان واقعی نیستن. دیگر از اساسات نظام سیاسی اسلام عدالت و انصاف است. عدالتی است که انسان مسلمان همیشه در نظام اسلام باید عدالت باشه و انسان انصاف باشه. مساوات ما نمیتونیم مساوات بیاریم، مثلا مشکل از بین زن و مرد ما مساوات بریم، چون مرد ویژگی های خود داره و زن ویژگی های خود داره. نمیشه که مثلا ما برای دختر و بچه خود یک قسم حکم کنم. اگه پدرت برای خودت میگه که تو هم برو یک بوجی دستیری آرد پشت کو و برای خواهرت میگه تو هم دستیری، اینجا باز مساوات ظلم هست. اما در اسلام چی است؟ عدالت است. عدالت چی است؟ که برای هر انسان مطابق تواناییش برش مسئولیت داده شده و مسئولیت ها به می شکل مثلا داده می شن. اینی عدالت و انصاف یکی از اساسات مهم سیاست اسلام است. دیگه محو تعصب است که در سیاست اسلام مثل که ما شما پیشتر گفتیم این تعصبات زبانی و قومی و رنگی و ایگپا جای ندارن. این دیگه اساس از اساسات اسلام است. دیگر از بناهای
اسلام مراعات حقوق مختلف است که مثلا حقوق زن در اسلام مراعات میشه، حقوق مرد مراعات میشه، حقوق طفل مراعات میشه، حقوق حیوان مراعات میشه. حتی آیات و احادیث درباره این حقوق وجود داره که حق هر کسی باید چی شوه، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. در این قسمت مثلا حتی برای حیوان وقتی که میگه اگر کسی حیوان ذبح میکنه باید در ذبح حیوان هم باید اون مسائل اخلاقی رو در نظر بگیره، او را اذیت نکنه. دیگه اینی مراعات حقوق. دیگه از بناها یا اساسات اسلام تسامح دینی است. تسامح دینی است که در طول چندین قرن که مسلمان ها قدرت سیاسی داشتند در زیر خلافت اسلامی، یهود مثلا نرمال زندگی میکردن، نصرانی ها نرمال زندگی میکردن، اهل کتاب نرمال زندگی میکردن، حتی کسایی که بت پرست بودن نرمال زندگی میکردن. یعنی دمی هندوستان چندین قرن مسلمان ها حکومت کردن، لکن هیچ هندو بت پرسته، یعنی هیچ هندو بت پرسته به شکل اجباری در دین اسلام داخل نکردن. این تسامح دینی میگن که آیات قرآن بر ما میگه که لا اکراه فی الدین. در اسلام چینه؟ یعنی اکراه و اجبار نیست که مثلا یک نفر به زور بگه که بگه مسلمان شو، بلکه یک کافر میتونه که در زیر بیرق اسلامی اونم با دین خود باشه. از این خاطر یهودیا بودن، نصرانی ها بودن و این تسامح دینی این هست که میتونه که یک یهودی در زیر بیرق اسلام به دین خود زندگی بکنه، یک نصرانی به دین خود زندگی بکنه، یک هندو زندگی بکنه. مثلا در افغانستان هم چند قرن است که نمی هندوهای افغانستان سکه ها زندگی میکنن و حتی زندگیشان بسیاری وقتا تجارتشان از تجارت بسیار مسلمان ها کرده خوبتر بوده، زندگیشان خوبتر بوده. و مثلا در این طرف مسجد مسلمان هست، در پالی مسجد مسلمان ها چی هسته؟ درمسال هندو هست. هیچ وقتی کسی سر درمسال از او تجاوز نکردن، هیچ وقتی مثلا سر از او هندو تجاوز نکردن و هیچ وقتی او یک مسلمانی را یک هندوی را کسی مسلمان نگفته که تو بیا به زور او را مسلمان ساخته باشه. این همی تسامح هست که یکی از اساسات نظام سیاسی اسلام نباشه. تشکر است. دوستان عزیز، این بود هفتمین برنامه از سلسله برنامه های سیاست اسلامی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لسر درود قرطبی مسلمان بیات الکاش غرا و پرغانی مسلمان زوق د تکبیر او د اعزان دی سشو ها پرونی زرین دوران دی سشو. لسر درود قرطبی مسلمان بیات الکاش غرا و پرغانی مسلمان زوق د تکبیر او د اعزان دی سشو ها پرونی زرین دوران اند سشو. هاغه صدیق صدیق یاران یادوم، هاغه خالد خالد غازیان یادوم، شدت یارو سرتای و استلا، هاغه دل مر پولا روان یادوم، چی پارس او رومی پوچا پوکی یولل، دیر تور تمونای سپی دوکی یولل. هاغا بهیر هاغا کاروان دیس شو، ها پرونی زرین دوران دیس شو. لسر درود قرطبی مسلمان بیاتر کاش غرا و پرغانی مسلمان زوق د تکبیر او د اعزان دیس شو، ها پرونی زرین دوران دیس شو. یا تاریخی اون لسا تا توایم، دنیل وادی او افریقا توایم، در زخاب العمر مختار غالما، د تراب لس دزلق درزا توایم، در نه تاریخ در نه موسا غالما، ابن تشبین در زخابیا غالما، ها اموی عبدالرحمن.